آنتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا در نشست با محوریت بانوان صلح و امنیت ناتو در پایتخت آن کشور گفته است که کشورش همراه با جامعه جهانی برای رفع محدودیت ها در برابر بانوان در افغانستان تلاش می کنند. بلینکن افزوده است که امریکا از تلاش های بانوان در افغانستان برای دستیابی حقوقشان پشتیبانی می کند. او علاوه می کند که همزمان با این امریکا همه روزه با دولت ها و نهادهای غیر دولتی و بخش خصوصی کار می کند تا به بانوان افغان کمک کند که به آموزششان ادامه دهند. گروه های جامعه مدنی و سازندگان صلح را آموزش می دهیم و توانمند می سازیم تا بتوانند نقش پیشتاز در ساختن صلح و ایجاد جامعه آزاد و باز و مذاکره برای پایان دادن به درگیری ها بازی کنند. ما همچنان به تلاش های خود ادامه می دهیم تا به این سیاست ها که به همه افغانان آسیب می رساند پایان دهند. به ارتباط به آخرین حرف های وزیر خارجه ایالات متحده امریکا که گفته ما به شدت از حقوق زنان و دختران و حقوق مردم افغانستان و حقوق بشر در افغانستان دفاع می کنیم، باید گفته شود که بزرگترین دشمن حقوق بشر و حقوق زنان و دختران افغانستان ایالات متحده امریکا هست. متاسفانه برای چیزی که برای امریکا ارزش نداره، مسئله حقوق بشر، حقوق زنان و دختران و سرنوشت و مکتب و تعلیم و تحصیل و کار و بار از اونها هست. متاسفانه امریکا نشان داد آخرین باره که ثابت گردانید که ایالات متحده امریکا هیچ ارزش و پابندی و حقوق زنان و دختران و حقوق بشر و تغییر وضعیت سیاسی افغانستان نداره. اشتراک هیئت بلندپایه امریکا در نشست سوم دوحه بود. او افزوده که بانوان با استفاده از این امکانات می توانند مهارت ها و ارتباطات خود را ایجاد کرده و از راه دور کار کنند. مقامات امریکایی هیچگاه با مردم افغانستان صادق نبودند. گفتارشان و عملشان متفاوت بودند. عامل بحران در افغانستان و بخصوص عامل بحران در ادامه وضعیت زنان و دختران همین برنامه های استخباراتی امریکا است. اگر امریکایی ها صادق می بودند از وضع محدودیت ها برای زنان و دختران افغانستان به خوبی آگاهی دارند. با این همه امارت اسلامی همواره تاکید کرده است که حقوق همه شهروندان کشور به ویژه بانوان در چارچوب شریعت اسلامی تامین است.